با سلام گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون و با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. ارژنگ بامشات هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته ای که گذشت، خب بازم از اون هفته هایی است که ما در متن یک موقعیت انقلابی قرار داریم، بر متن یک شرایط انقلابی قرار داریم، بر متن یک جامعه قرار داریم که داره میجوشه از پایین. مجموعی اقدامات، حرکت هایی که مردم دارن، فضای سیاسی که تو جامعه هست، درگیری ها، همه نشون دهنده اینه که دوران تحولات بسیار سریع، بسیار بزرگ و بسیار گسترده است. در اونجا خب محورهایی هست که باید بگه محورها رو آدم بهش توجه کنه، به توضیحاتی در رابطه با اون مطرح بده. چند نکته توی این مسائل هست. ما یکی تأثیرات انتخاب ترامپ در آمریکاست، در سیاست داخلی ایران و موضعی که ایران میخواد بگیره، مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی توی راستا هست، مسئله این فروپاشی درونی حاکمیت هست که داره روز به روز ابعاد جدید و نمودهای جدیدی از خودش نشون میده، بعد جنبش مطالباتی بسیار گسترده هست که ما باش سر کار داریم، و نکته اساسی این هستش که وظیفه نیروهای چپ در این رابطه چه باید باشد. این هم روی نقطه است که باعث روش تاکید کنیم. چرا؟ برای اینکه داریم وارد فازی میشیم که نیروها بایستی روی اینکه چگونه واکنش نشون خواهند داد با این پروسه فروپاشی به پروسه ای که ممکنه تحولات ناگهانی شکل بگیره، چقدر آمادگی وجود داره، به چگونه آمادگی شکل گیره. از محور اول اگه شروع کنم، مسئله اینه که دولت ترامپ وقتی که روی کار اومده، یک ویژگی خیلی برجسته ای که داره با دوره قبلی ترامپ اینطوری هستش که ترامپ حزب جمهوری خواه را به حزب خودش تبدیل کرده. قبلا دوره گذشته این بود که این به عنوان نیرویی که اومده بود از قدرت حزب جمهوری خواه استفاده میکرد و میخواست کشور اداره کنه و جمهوری خواهان قدری در اونجا بودن، نقش داشتن، تیپایی بودن که قدیمی بودن و به شکلی تاثیرگذار بودن. خب اون فضای دیگه ای بود، یعنی حزب تاثیر داشت روی ترامپ، ولی الان حزبی که ترامپ داره، حزب جمهوری خواه، یک حزب ترامپیست است. تمام مخالفانش کنار زده، تمام کسایی که به شکلی انتقاد دارن به ترامپ اینا رو بیرون کرده و یک حزب وابسته است. حتی نمایندگانی که به شکلی نگاه انتقادی به ترامپ داشتن در هیچ جا رأی نیوردن. اون حتی نمایندگی که الان اکثریت در سنا هست، که اکثریت دست دموکرات حزب جمهوری خواست، یا اکثریت کنگره که دست حزب جمهوری خواست، اینا همه ترامپیست هستن یا به شدت در اون راستا هستن. به نظرم این چشمنداز که حزب میتونه روی ترامپ تاثیر بذاره در مجموع خیلی ضعیف‌تر شده. الان ترامپ به شکل قدرتمندتر عمل میکنه. از اون طرف در اولین موضع‌گیری که کرد اینطوری بود که نیکی هیلی و مایک پومپو را گفت من در تیم آیندم نخواهم داشت. خب اینا دو از چهره های اصلی و قدرتمند حزب جمهوری خواه بودن، به خصوص دو چهره به شدت ضد ایرانی بودن و مناسبات خیلی نزدیکی با سازمان مجاهدین و با این سلطنت طلبا داشتن که جفتشون رو کنار گذاشته. از اون ور میبینیم که تو توی تراب تیپایی هستن که دامادش هست که لبنانی، خیلی نقش برجسته داشت، هرچند اون دامادش کاشنر تو دور زیاد نقش نداشت، یا وکیل اصلی ترین وکیلش، مشاور وکیل وکالتش داشت، یک خانم جوان عراقی هست. یعنی نشون میده که وقتی چهرهایی از عراق یا از لبنانی در تیمش هستن، ما با یک شرایط جدید رو برسیم. یا ایلان ماسک که یه صحبتی کرده بود چند روز پیش، گفته بود که ما نمیتونیم از نقش ایرانی های نخبه‌ای که در آمریکا تاثیرات بسیار گسترده داشتن غافل باشیم. خود این خب یک نکته به اشاره هست که نشون میده که وضعیتی را که اصلا نگاه این که تو جامعه ایران ما باید تو جامعه رو برسیم، یعنی یک جامعه ایرانی و به خود جامعه نخبه ایرانی و یک جامعه حزب اللهی و رژیمی، خب وقتی این انعکاس پیدا میکنه، خب باید دید که بعدا توی نحوه واکنش این دولت مردان طرفدار ترامپ چه واکنشی خواهد داشت. یا نکته ای که برایان هوک مطرح کرده بود، که اون کسی است که تو دور گذشته مسئول ایران بود در دولت ترامپ، دور جدید گفته میشه که مسئول سازماندهی
انتقال قدرت از بایدن به ترامپ خواهد بود، ولی از اون برم گفته که من احتمالا در کابینه آینده نقشی نخواهم داشت. خب اون مطرح کرده بود که سیاست ترامپ تغییر رژیم در ایران نیست، ولی خواهان این هستش که ایران تبدیل به قدرت هسته‌ای نشه. از اون برم خب میبینیم ترامپ یک ارتباطات خیلی نزدیکی با نتانیاهو داشته، در هفته گذشته 3 بار با هم صحبت کردند و یکی از موضوعات صحبتشون ایران بوده که بر سر ایران باید دید که آیا مثل دوره قبل این نتانیاهو هست که میتونه تاثیر بذاره، چون در دوره قبل نتانیاهو نقش خیلی برجسته ای داشت در خروج آمریکا و ترامپ از برجام، هم نتانیاهو هم عربستان. ولی خب دوره جدید اینطوری هستش که عربستان رابطه نزدیکتری با جمهوری اسلامی داره. این هفته وزیر دفاع عربستان رفت به ایران و با باقری ملاقات کرد که این اولین بار که اینطور حادثه اتفاق میفته و پزشکیان با بن سلمان، محمد بن سلمان تلفنی صحبت کرده بود سر مسائل مختلفی. یعنی ما با یک فضای جدید رو هستیم تو این رابطه و باید دید که آیا آن ترامپ روی نتانیاهو تاثیر میذاره در خاموش کردن جنگ غزه و جنگ لبنان، یا نتانیاهو خطش پیش خواهد برد، که این نکاتی است که بایستی دید به کدوم سمت پیش میره. ولی نکته خیلی مهمی که اینجا الان وجود داره این هستش که در درون جمهوری اسلامی 2 تا گرایش خیلی سرراست در حال شکل‌گیری هست به مسئله. گرایش گرایش همون تیپ های رجزخانهای پایداری و جریدیون هستن و ارگان هاشون مثل کیهان، جوان، وطن امروز، همشهری، که اینها صحبت از این میکنن که اون تیتری که همشهری زده بود که بازگشت قاتل، خب اونا گفته بود که این بازگشت قاتل به کاخ سفید منظورش بود و بازگشت قاتل هم که قاتل قاسم سلیمانی منظورش بود تو این رابطه. با این ادبیات وارد این بحث شده بود. خب این ادبیات ادبیاتی است که خواهانی هستش که دوره رجزخانی بخونن به مسئله وعده صادق سه را انجام بدن تصور اینطوری داشتن، که به نظر میرسه که این وعده صادق سه داره تبدیل میشه به صبر ایوب یک و باعث اینا فعلا منتظر بمونن تا ببینن فضای جامعه خاورمیانه به چه سمتی خواهد رفت، سیاست های دولت جدید ترامپ چه ترکیبی خواهد داشت، به چه سیاستی در پیش خواهد گرفت. به نظر میرسه که این وعده صادق سه فعلا بایستی بره به سمت صبر ایوب یک و به اون سمت. خب این گرایشی است که گرایش پایداری ها و جدیدی ها هستن که به نظر میرسه که به تدریج دارن تضعیف میشن. از اون طرف گرایشی هستش که گرایش تیم وزارت خارجه پزشکیان و دولت پزشکیان هست با ترکیب عراقچی و تخت روانچی و ظریف، که خب موضع‌گیری که ظریف کرده بود نوشته بود توی پیامش در ایکس که خب اگر وعده ای که ترامپ میده که جنگ ها را پایان بده ما باش همسو هستیم و خوبه که انجام بده تو این زمینه. عراقچی گفته بود اگر اعتماد سازی از اون بر صورت بگیره ما هم در اون راستای اعتماد سازی حرکت میکنیم. چرا سبت های اینطوری داده شده، یا روزنامه های نزدیک به اعتدالیون مثل سازندگی، مثل همیهن یا حتی شر که بیشتر این اصلاح طلبان اینو هستن مطرح میکنن که خب بهتره که ما روابطون را به شکلی بریم به سمت مذاکرات مستقیم و مشکلاتمون رو حل کنیم به فضای جدیدی که هست، به عنوان ترامپ به عنوان یه معامله گر با این کاسب که مسائل مالی براش مهمتر هستش، ما هم میتونیم در این راستا حرکت کنیم و نگذاریم فضا به شکلی بره که بره به سمت تحریم های حداکثری و فشار حداکثری به اون سیاستی که در 4 سال قبلی داشتیم سیاست رو دوباره ادامه بده. حتی ابوطالبی معاون حسن روحانی پیشنهاد کرده بود که بهتره که پزشکیان تبریک بگه برود ترامپ به کاخ سفید و اینجا یک شروع جدیدی مطرح باشه و در قلبابی باشه از این طریق تو سیاست، که خب اینا چیزایی است که تصمیم پزشکیان میتونه تصمیم بگیره، هیچ پرون دیگه اینا تصمیماتی است که باید خامنه ای تو راستا چه تصمیم میگیره. به خامنه ای آیا از اون خوشمغزی که تا حالا تو همه سیاستش در سیاست خارجی همه عرصه‌ها شکست خورده است و حتی تلاش هایی هم که حسن روحانی کرده بود، دولت اون کرده بود برای اینکه برجام در دوره بایدن پیش ببره، یا حتی تلاش هایی که قبلا کرده بودن که حتی میتونست ترامپ گفته بود که میخواست این قرارداد به اسم خودش باشه نه به اسم اوباما، مخالفت کرده بود با این قضیه
خامنه‌ای، نمیتونست امتیازهای خیلی بالاتری بگیره. اون خشکمغزی خامنه‌ای در سیاست خارجی دست کار دستشون داده و مرتب همین کار رو کرده. و حالا باید دید که آیا در شرایط جدیدی که یک جنبش قدرتمند در پایین وجود داره و اینا مجبور شدن در سیاست خارجی دست به عقب نشینی جدی بزنن، آیا به همون راستا پیش خواهند رفت یا نه. و این نکته است که باید دید با توجه به اینکه سیاست جمهوری اسلامی در مجموع، سیاست خامنه‌ای در مجموع، سیاستی است که اون شاخه‌های متحدش در محور مقاومت زیر فشار سنگین قرار گرفته، زیر بمباران سنگین ارتش اسرائیل قرار گرفته در لبنان، در غزه و حتی در عراق و لبنان، یمن. و خود این قضیه نشون میده که اینا بایستی فکری بکنن به این حالت. یعنی قدیم یک اتوریتی داشت و همه میگفتن خب ایران قدرت وسیعی داره، نیروهای نیابتی داره، فلان داره، ولی حالا نیروهای نیابتی زیر فشار سنگین دولت اسرائیل قرار گرفتن، زیر بمباران سنگین قرار گرفتن و در هم شکست شدن. هرچند هنوز مقاومت میکنن، ولی با این حال این مقاومت چیزی نیست که مورد انتظار جمهوری اسلامی باشه و بیشتر دلداری است. یعنی جنگی که الان صورت میگیره از طرف جمهوری اسلامی به متحدینش بیشتر جنگ عاشورایی است، یعنی به همون شکل عاشورایی است، نه جنگی است که دست بالا را داشته باشن، چون زیر فشار سنگین هستن و دارن زیر فشار سنگین در هم شکسته میشن. این اون چیزی است که خب باید دید که تا چقدر تاثیر خواهد داشت روی تحولات منطقه و جمهوری اسلامی تا کجا میتونه تو این قضیه پیش بره. و تلاشی هم که داره میکنه، چه در مذاکراتی که با عربستان داره، با جمهوری های شیخ نشین های جنوب خلیج فارس داره، با ترکیه و کشورهای پاکستان داره، همش در این راستاست که بتونه این فضا رو بشکنه و فشار رو کم کنه رو خودش و از این طریق بتونه مطرح بشه. حتی اون کنفرانس اسلامی که پیشنهاد کرده بود که برای مسئله غزه و فلسطین تشکیل بشه، و عملا عربستان اون رو تبدیل کرد به کنفرانس عربی اسلامی، به شکلی به نام خودش ثبت کرد، ابتکار خودش بود و حتی این باعث شد که پزشکیان خودش به اونجا سفر نکنه، به معاونش رو بفرسته، به وزیر خارجه نره، به معاون اول دبیرکل اولش رو بفرسته، از این حرفا. و نشون میده که حتی اینجا یک تنش‌هایی بین روابط ایران و عربستان در حال شکل‌گیری است بر سر مسئله فلسطین. چرا؟ برای اینکه این کنفرانس احتمالا خواهان ایجاد کشور فلسطین به اون طرح دو دولت بشه و جمهوری اسلامی هم که با طرح دو دولت مخالف است. طرحش بر سر اینه که یک رفراندوم بشه از همه ساکنان فلسطین، یعنی یهودیان، مسیحیان و فلسطینیان، که اون چیزی است که خب کشور عربی زیاد با اون موافق نیستن به طرحی که مطرح است. در هر صورت مسئله سیاست خارجی جمهوری اسلامی و رابطه با ترامپ یکی از محورهای اساسی است که در درون در حاکمیت یک جنگ خیلی شدیدی روش درگیر هست و وجود داره. این یک نکته است. نکته دوم این استش که ما در این فضا که این مسائل جدی سیاسی مطرح است، با مسئله بحران جانشینی رو هستیم. به بحث های جانشینی خیلی جدی شده. خب هر ساله یک نشست مجلس خبرگان بود، به خامنه ای میمد باشون صحبت میکرد، بحث هایی میکردن. امسال اولین سالی است که دو تا نشست برگزار شده. چند روز پیش یک نشست جدیدی برگزار شده بود. به اون تو اون نشست یک جمله ای گفته بود خامنه ای که خب از طریق همشهری مطرح شد که جدی، که گفته بود که برای تمام مجلس، با وجود مجلس خبرگان، آمادگی برای همه حوادث وجود داره و مسئله جایگزینی چیزی است که به سرعت حل و فصل خواهد شد و هیچ جای نگران نیست. که خود این صحبتی که اونجا مطرح کردن، یعنی خود این دغدغه‌ای که از زبان رهبر رژیم مطرح شده، به شکلی نشون دهنده یک فضای جدید. حتی بحثای مطرح بوده که به نظر میرسه که خامنه‌ای گویا تصمیم داره که جانشین خودش رو در زمان حیات خودش مطرح کنه. که این خواهی که باشه که دیگه عملا میرم به سمت اینکه خلیفه جانشین خودش رو تعیین کنه. اون بحثی است که در بخشی از مذهبی ها به سرعت با واکنش تند روبرو شده که حتی پیغمبر این کارا نکرده، هیچ کدوم از امام ها این کارا نکردن، به این با سنت شیعه همخوانی نداره و ما به سمت اینکه دولت معاویه داریم پیش میریم. اون چیزی که هست، خب بر متن همین بحثی که بحث جایگزینی هست، یک افشاگری که مطرح شد از طرف عباس پالیزدار که این عضو کمیسیون تحقیق مجلس بود در سال 87، تو اون دوره 10 سال پیش، یا حوادثی که داره مطرح میکنه دوره قدیم است. اون
کمیسیونی که تحقیقات کرده بود روی فساد و اون شبکه فسادی که شامل رؤسای قوه قضاییه بودن مثل شارولی یا مثل یزدی را مطرح کرده و اعلام کرده که اون اسنادی که ما جمع آوری کردیم 54,000 سند هست و 183 صفحه گزارش هست و اینا رو به خود شخص اول مملکت رسوندیم، از اون خواستیم که اینا رو کنترل کنه، اون بحث وارد شده. بسیار خب، اون جنبه هاش اصلا جنبه هایی است که باید، یعنی ابعاد اون فساد قبلا مطرح شده بود و تو اون رابطه خامنه‌ای چندین بار مطرح کرده که آقا اینا رو کش ندید، این موضوعات چیزی نیست، ما فساد سیستماتیک نداریم، سیستم نادره نداریم، در حالی که پالیزار میگه که این فساد نه تنها نهادینه است بلکه جمهوری اسلامی در فساد غرق هست و حالا هم که بدتر شده، هرچند که در اونجا حتی خیلی مشخص شده بود که این حق نداره در مورد وزارت اطلاعات سپاه به نهادهای نظامی امنیتی تحقیق بکنن، یعنی فساد اونها اصلا مطرح نشده، بیشتر فساد در موضوعات اینوری مطرح شده. حالا خود اینکه اینا نکات جدیدی تو این رابطه نداشتن، نکات جدی وجود نداره تو این رابطه، نکته اصلی که وجود داره اینه که در تو این مصاحبه‌ای که مطرح کرده و این افشاگری ها رو مطرح کرده و این فسادی رو که مطرح کرده، حالا این تسویه حساب با کیا میخواد بکنه، چه چیزایی هست، نکته اساسیش این است که تمام دوره بری های آقا از حداد عادل و خواهر حداد عادل گرفته تا بخش زیادی از اعضای بیت به کادرهایی که در بیت هستند و رؤسای قوه‌ای که انتخاب کرده، همه فاسد بودن و همه زمینخوار بودن، همه معادنخوار بودن، همه اینا روشن، یعنی یک جوری مشخصه که خود این فساد از اون بالا تحت هدایت قدرت، اون قدرت هست که کسی نمیتونه جلوشو بگیره. حتی جایی مطرح میکنه که رئیس بانکی بود که مثلا تلفن زده که آقا این وامی که شما گرفتین کی پرداخت میکنی، فردا حذف فیزیکی شده، یعنی تا این حد این مافیا در اونجا وجود داره اینجا. ولی نکته ای که در اینجا این مطرح میخواد بکنه این هستش که گفته که من امیدوارم که مسئله رهبری سریعتر حل بشه و آقا مشتبه به سر خامنه ای که بعد از 15 سال درس خارج خودش رو تحویل کرده و متمرکز شده رو مسائل دولتی، این بیاد و به شکلی قدرت در دست بگیره، اصلاحات بکنه، آزادی های سیاسی بده، با این فساد مقابله کنه. خود این قضیه نشون میده پس بنابراین یک جنگ قدرتی در جریان است. خب با این با واکنش خیلی گسترده ای روبرو شد. طرفداران میر حسین موسوی و کروبی که اینا خب مطرح کردن که این آقایی که شما میگین خودش کسی بود که اون حوادث 88 رو به وجود آورد، خودش کسی بود که پشت اون تقلبا بود، پشت دولت احمدی نژاد بود، پشت باندهای فاسد اونا بود، پشت برادران قاچاقچی بود و سازمانده بوده تو همه اینا، نقش اصلی تو این رابطه داشته و یکی از چهره های اصلی بوده که تو این رابطه داشته. به اینا شما به عنوان مسلم میخواین بیارین که خب نمیشه این دو چیزی را مطرح کنیم. به نظرم با اعتراض خیلی شدید تو اینا روبرو شده. از اون بر خب هنوز اعتدالیون یا اصلاح طلبان به شکلی موضع نگرفتن تو این رابطه، زیاد خب وارد این قضیه به شکلی نشدن، ولی خود این نشون میده که اونجا هم ممکنه یه بحث های مطرح باشه، یعنی خود این که این نوع افشاگری بیشتر برای رو کردن چهره کردن یک تیپ جدیدی است. و نکته تازه هم که تو این رابطه مطرح کرده ازش این سوالی که مطرح میشن که شما نظرتون درباره مرگ رئیسی چی هست، میگه خب مرگ رئیسی حادثه نبود، این کشته شده یا توسط اسرائیل یا توسط آذربایجان یا توسط پوتین یا در داخلی ها این کار کرده، حذفش کرده. خب با توجه به اینکه نشست قبلی مجلس خبرگان که چند تا از خبرگان درباره ضرورت بررسی جایگزینی مشتبه به جای پدرش صحبت کرده بودن، هم رئیسی هم احمد خاتمی هم علم الهدا مخالفت کردن، که خب نشون میده که با حذف رئیسی و با کنار گذاشتن احمد خاتمی از هیئت رئیسه مجلس وزن اینا رو کم کردن منتقدین مشتبه را. و از اون بر جایگاهی که قالیباف پیدا کرده به عنوان پسرخاله مشتبه، و نشون میده که تیم مشتبه و قالیباف اینا دارن به شکلی میرن به سمتی که خیز برداشتن که جانشین سازی کنن و صحبت های پالیزدار ممکنه در این راستا معنا داشته باشه. این به نظرم یک نکته است که میشه روش توجه کرد که چرا این مسئله مطرح شده، یعنی اینجا یک جنگ قدرت بسیار شدیدی وجود داره،
جنگ قدرت که نشون میده که بازوی اصلیش بازوی قالیباف مشتبه خامنه ای هست، دارن روی جانشینی صحبت میکنن. به نظر میرسه خامنه ای را به شکلی قانع کردن در این رابطه که این راستا پیش بره. خود خامنه ای هم که همیشه طرفدار این تز بود به این که پسرش جانشین بشه و این خط ادامه پیدا کنه. آیا تا چقدر تو این زمینه پیش خواهد رفت؟ باید دید به چه شکلی، آیا در زمان حیات خودش این تغییر و تحول صورت بگیره و به شکلی جانشین خلیفه بعدی را انتخاب خواهد کرد یا نه، این مسئله است. ولی خب این بحثی که در درون حاکمیت میشه، اینها یک بحث هایی است که به نظر میرسه که انتظار دارن با چنین بحث هایی بتونن جامعه رو فریب بدن. اینم یک جامعه ایرانی که جامعه انقلابی است، جامعه انقلابی است که ما دو هفته قبل دیدیم که اون اقدامی که آهو دریایی مطرح کرد یک ضربه وحشتناک به اینا زد، به چه جنبشی را انداخت و چه حمایت گسترده ای را مطرح کرد. ما در کنار اون حرکت بسیار درخشان و شجاعانه که با حمایت وسیع روبرو شد و انعکاس وسیع جهانی پیدا کرده، شاهد اعتراضات گسترده پرستاران بودیم توی 17 و 18 آبان که جنبش پرستاران رو وارد یک فاز نوین کرد، وارد یک فاز همبستگی خیلی شدید کرد توی این رابطه. در کنار این جنبش بازنشستگان، ما شاهد گسترش حرکت های معلمان و بخصوص بازنشسته های معلمان فرهنگیان 1442 هستیم. حرکت های اعتراضی خیلی گسترده شکل میگیره. بعد از اون بر شاهد اعتراضات خیلی وسیع دانشجویان هستیم. بعد یک جامعه به شدت فعالی هستیم که در زمینه های فرهنگی داره کار میکنه، در زمینه هنر و ادبیات داره فشار خیلی سنگینی میاره. این چنین و اون بر میبینیم که اعتراضات خیلی وسیع بازنشستگان، و بخصوص توجه کنیم که این بازنشستگان در درون خودشون همگرایی های گسترده ایجاد کردن، در شعاراشون خیلی شدید از حرکت پرستاران حمایت میکنن، از حرکت معلمان حمایت میکنن، شعار آزادی کارگر زندانی آزاد باید گردد، معلم زندانی آزاد باید گردد، آهو دریایی زندان آزاد باید گردد، اینا شعارهایی است که یا پرستار حمایتت میکنید، اینا شعارهایی که نشون دهنده اینه که همبستگی داره شکل خیلی گسترده به خودش میگیره. یعنی ما میبینیم که جنبش بازنشستگان از جنبش پرستاران دفاع میکنه، معلمان از پرستاران دفاع میکنن، همه اینا از آهو دریایی و جنبش زنان حمایت میکنن، همبستگی بین معلمان و کارگران شرکت واحد به سندیکاهاشون هم هست، بعد حمایتی از زندانیان سیاسی در صورت میگیره. پس بنابراین ما با یک جنبش گسترده و قدرتمند روبرو هستیم. بعد یک جامعه ای که این جامعه از این حاکمیت برگشته، توی نظرسنجی که ارزیابی که مجلس داشت و الان عباس عبدی داره اون ارزیابی را توی یکی از این روزنامه داره بررسی میکنه که فضای جامعه به چه شکلی هست. خب اون ارزیابی یک از محورهای اصلیش این بود که 73% مردم با دولت دینی مخالفن، به خواهان جدایی دین از دولت هستن. همین بحثی است که به شکلی تاجزاده در این مطلب جدیدی که از زندان نوشته در مورد این اصلاح طلبان حمله کرده بهشون، گفته که این اصلاح طلبان که فکر میکنن که با رفتن در کنار این وفاق و بزشکیان و از این طریق زیر چتر خامنه ای فکر میکنن میتونن تاثیرگذار باشن، اینا اشتباه میکنن. جامعه از این حاکمیت برگشته، جامعه به شدت الگوهای جدیدی خواهان، الگوهای جدیدی هست خواهان حق تعیین سرنوشت خودشه، و این اصلاح طلبان به دلایلی که توضیح داده خوده تاج داده در اون مطلب خودش میگه که اشتباه میکنن که میرن در کنار حاکمیت قرار میگیرن و خواهان این هستش که بیان در کنار مردم قرار بگیرن. خود این که در درون اصلاح طلبان چنین شکاف بزرگی صورت میگیره و معتقدن که این طرح وفاق و اون طرح پزشکیان در راستای هدفهایی که اصلاح طلبان مطرح میکنن نیست. حتی آدمی مثل محسن هاشمی در این مطلبی نوشته بود که اون طرح وفاق پزشکیان داره میشه به عنوان که همون الگوی گذشته دولت رئیسی با یکم آرایش جدید داره میشه. خب این اعتراضات نشون میده که بحران در درون بین اعتدالیون و اصلاح طلبان به پزشکیان در حال گسترشه. در درون اصلاح طلبان طیف طرفداران تاجزاده و موسوی دارن دست بالا رو پیدا میکنن، استدلالشون قوی تر هستش و تونستن این تضاد رو بگیرن. خب نشون میده در اونجا هم این بحران به شکل خیلی جدی در حال شکل گیری هست. یعنی بحران نشون میده که تورو پاشی در بالا خیلی گسترده است و مقاومت در مقابل اون طرحهای حاکمیتی خیلی وسیع. بنابراین
ما تو شرایطی هستیم که جنبش به شدت، جنبش مقاومتی در حال رشد، جنبش آزادی خواهی در حال رشد، در حال همگرایی است. این جنبش داره فشار میاره رو بخشی از اصلاح طلبان که کنده بشن از حاکمیت، بیان به طرف مردم. به این بحث در درونشون خیلی جدی هست و حاکمیت توان این که بتونه با آرامش در درون خودش تحولات را هدایت کنه نداره. یک تغییر کوچیکی، جابجایی کوچیکی میتونه جامعه را به شکل شدیدی منفجر کنه. این اون بحثی که وجود داره. خب در اینجا خب طرحهایی وجود داره. خب اصلاح طلبان رادیکال طرحی برای خودشون دارن، طرحی که میر حسین موسوی فرمولاسیون کرده بود که آقا برگردیم رفراندوم کنیم در مورد قانون اساسی، اگر این قانون اساسی رأی نیاورد بریم مجلس مؤسسان تشکیل بدیم، به مجلس مؤسسان قانون اساسی جدید تدمیم کنیم به رأی گذاشته بشه. این بحثی که اونا مطرح کردن. آدمای طیفی مثل این طیف طرفدارای مهدی نصیری که بیشتر طرحشون از تاج‌زاده تا شاه‌زاده، میگه که بیان یک وفاق عمومی صحبت کنیم، صحبت‌های همگرایی کنیم، تفاهم کنیم و بریم به سمت اینکه یک جریان جدید شکل بدیم، به این جریان بتونه به صورت جانشین تو خلأ قدرت رو حفظ کنه. خب این توجه نمیکنه که این طرح همون طرحی بود که طرح مهسا بود، منشور مهسا بود. منشور مهسا همین از تاجزاده تا شاهزاده بود، در درونش اصلاح طلبان بودن، در درونش اونا بودن، آدمی مثل حامد اسماعیلیون بود، نمیدونم شیرین عبادی بود، عبدالله مهتدی بود، نه فقط از تاجزاده بلکه از چپ مثل مهتدی در اونجا حضور داشت، خیلی وسیع‌تر. و اینا رفتن که حتی منشور مهسا را تدوین کردن نوشتن، ولی رضا پهلوی با هدایت پرویز ثابتی و اون جناح هار ساواکی ها بازی رو به هم زدن و رفتن به سمت اون. بنابراین این تر شکست خورده است. این ایده ای را که الان مهدی نصیری داره تبلیغ میکنه، ایده ای شکست خورده و برشکسته است و قبلا اجرا شد دو سال پیش به شکست خورد. به همون طرح منشور مهسا بود، به خیلی گسترده تر از اون طرحی که از تارزاده تا شاهزاده مطرح میکنه. اون موقع از چپ بود تا شاهزاده، چپ یعنی چپ، نه چپ رادیکال واقعی، بلکه بخشی از چپهایی که نزدیک شده بودن به اون جریان سلطنت طلب، جمهوری خواهان درش بودن، لیبرال ها درش بودن، نمیدونم میدونم از شیرین عبادی گرفته تا عبدالله مهتدی، عامل اسماعیلیون و رضا پهلوی و اینا. خب این به نظرم یک نکته است که میشه در اینجا دید. ولی الان مسئله مهمی که الان وجود داره این هستش که پس چی میشه پیش رفت این تو این فضا؟ رژیم دچار یک بحران جدی است، داره در سمت فروپاشیش داره به سرعت پیش میره و با توجه به تحولات منطقه ممکنه این فروپاشی حوادث سرعت بگیره تو این رابطه. از اون ور طرحی که مجموعه جریانات لیبرال، جمهوری خواهان لیبرال، حتی جریانات راست لیبرال و مذهبی های لیبرال دارن که سعی میخوان بکنن که یک وفاق عمومی و همه با همی دوباره ایجاد کنن، اینا در مجموع شکست خورده. سوال کلیدی اینه که به جنبش پایین، یک جنبشی است که خوشبختانه این جنبش تحت تاثیر هیچ کدوم از این جریان نیست. یعنی ما چه جنبش معلمان رو نگاه، چه جنبش پرستاران رو نگاه، چه جنبش دانشجویان و چه جنبش زنان ها، اینها از همه اینا گذر کردن و به شکلی میشه گفت که این جنبش بود که اون طرح محساش منشور محسا را در هم شکست، این جنبش بود که اون ایده هایی که سلطنت طلبان میره در هم شکسته، اون دروغ پردازی هایی که مجاهدین میکنه و شعارهایی که دارن در همسویی با اسرائیل به اون طرح سر ما رو در هم شکستن و الگوهای طیف جمهوری خواهی لیبرال رو هم در هم شکسته. برای اینکه این جنبش، جنبش پایین، جنبش قدرتمندی است که خواستهای بسیار روشنی داره، خواستهای طبقاتی روشن داره که این خواستها رو اگه بخوایم فرموله کنیم میبینیم که دیگه در زمینه آزادی ها خواهان آزادی به برابر حقوقی زنان به مردان در همه عرصه ها هستن، چیزی که یک مرتبه میبینیم که اون اقدامی که آهو دریایی میکنه، مثل اقدامی که سپیده رشنو کرد، مثل اقدامی که ویدا موحد کرد یا هما دارابی کرد، خب اینا ایده هایی است که نشون میده این جنبش، جنبشی است که میخواد اون برابر حقوقی را، مهرش را به طور کامل بزنه و اون مردسالاری نهادی نشده و اون و قانون شده در هم بشکنه. به نظرم این چیزی است که بسیاری از جریان دیگه خواهانش نیستن، بسیاری از جریانات دیگه با این صراحت نمیان از این جنبش زن زندگی آزادی دفاع کنن، چرا که این جنبش جنبشی است که تمام اون مردسالاری که اونا بهش متکی هستن در هم میشکنه. حالا این مردسالاری بخشش مذهبی هست، بخشش قانون شده است، ولی در زمان شما هم این مردسالاری به شکلی بود، تو قوانین نبود. نگاه کنیم به
قوانین حضانت تو گذشته، قوانین ازدواج، قوانین قصاص، چی میگن این زن کوشی های گسترده ای که وجود داشت، اونا در قدیم هم بود. خب این نشون میده که این اون جاییست که جنبش پیش رفته و این جریانات در مجموع شکست خوردن. از طرف دیگه مردم خواهان یک دموکراسی گسترده هستن که این دموکراسی بتونه به عرصه اقتصاد هم ورود کنه. اون چیزی که ما میبینیم که یک خواهان مردم تأمین اجتماعی گسترده میخوان، تو شعارهای هم معلمان هست، هم تو پرستاران هست، هم تو شعار بازنشستگان هست. خب الان پرستاران اون ایده ای که تو جوهرش هست حتی هم فرمولا نشده، ولی خب خواهان ایده ای هستن که این سیستم چی میگن بررسی کارکردشون به شکلی باشه که به نفع خودشون و به نفع پس بیماران باشه، به این یعنی بهداشت رایگان، نه اون بهداشت کالایی شده. با بهداشت کالایی شده که هم پزشک رو برتر از پرستار میدونه و به شکل دیگه بیمارستانها رو تبدیل کرده به مراکز پول در آوردن، با این دارن مخالفت میکنن. به این خودش نشون دهنده اینه که به سمت بهداشت رایگان دارن پیش میرن. معلمان خواهان آموزش رایگان هستن و نمونه های مختلفی رو دارن مطرح میکنن تو این رابطه. این اون چیزی است که ما داریم میبینیم. از اون طرف دیدیم که ما تو بحث استانداران که مطرح شد، این فشاری که تو پایین جامعه هست، اینکه استانهای ایران خواهان این هستن که وظایفشون و قدرتشون بیشتر باشه، وقتی که میان رژیم مجبور میشه که استاندارهای سنی بپذیره، استاندار بلوچ، استاندار کرد، استاندار عرب، اینا درسته که عقب نشینی کرده، ولی خب این نشون دهنده اینه که جنبش ملیت ها اینقدر قدرت گرفته به فشار آورده، بخصوص با نقشی که جنبش کردستان به جنبش بلوچستان داشت روی یک سال دو سال گذشته. اینا متوجه شدن که این جنبش داره وزن پیدا میکنه. خب این جنبش خواهان چی است؟ خواهان حق تعیین سرنوشت ملیت های تحت استم ایران هست، خواهان برابر حقوقی ملیت های ایران هست. خب این شعاری است که باعث دید که به چه شکلی مطرح میشه. درسته که اینا دارن به شکل های نمایشی با این تغییرات میخوان این فشار این جنبش را بگیرن، ولی این جنبش در درون خودش یک شعار کلیدی داره: حق تعیین سرنوشت ملیت های ایران و ضرورت اتحاد داوطلبانه. خب این اون چیزی است که خیلی از نیروهای دیگه دلدرد میگیرن اینا رو مطرح کنن. نیروهایی هستن که چه حالا سلطنت طلبان جای خودشون، مجاهدین جای خودشون، نمیدونم اپوزیسیون راست جای خودش، حتی جمهوری خان تصور این قضیه ای که مطرح کنن با یک کلمه تمامیت ارضی همه چیزم هم در هم میخوان بشکنن، مثلا ایده ای رو نمیخوان مطرح کنن. از اون بر خود این مسئله حق تعیین سرنوشت مردم ایران در تعیین نظامی که میخوان مطرح کنن، چه نظامی میخوان، خب یک الگویی است که وقتی مردم خواهان نرسن که خودشون با آرای مستقیم خودشون، آرای همگانی خودشون نوع دولت ها مطرح کنن، به این اینقدر این قدرتمند هست که حتی تو فرمولاسیون آدمی مثل میر حسین موسوی میاد یا توی نظرات تارزاده میاد، نشون میده فشار جامعه تا چقدر خواهان این هستش. و این خیلی تفاوت داره با اون کاری که مثلا رضا پهلوی میخواد بیاد از طریق خودش با الگوی پدرش و پدر بزرگش شاه بشه در ایران با حمایت جنگنده های اسرائیل، یا مجاهدین میخوان نمیدونم چی میگن مریم مهر تابان به قدرت برسونن، یعنی از بالا بیان زن رو رئیس جمهور ایران بکنن یا رئیس مقاومت بکنن تو این رابطه، یا طیف های خود حکومت رژیم که مثلا میخوان از بالا بیان به جای خامنه ای پسرش رو بنشونن. اینا همه تلاش هایی است که با خاص عمومی مردم ایران ناهمخوانی داره. این به نظرم اون چیزی است که باعث بهش توجه کرد. اون نکته اساسی که وجود داره، تنها نیرویی که این با این خواست های اساسی مردم از پایین همسو هست، چپ هستش. اونم نه اون چپ گذشته. یعنی اینجا ما واقعا بایستی مطرح کنیم که ضرورت وجود داره که چپ متوجه این قضیه باشه که چپ بزرگترین فرصت تاریخ خود چه داره به دست آورده، که جنبش پایین جامعه خواستهاش شعاراش داره به سمتی فرموله میشه که نیاز جامعه هست، به این نیاز اون چپی این نمایندگی میکنه که بخصوص چپی که در داخل کشور از اون جوانانی که تو داخل هستن آموزشیدن، متنهای عمیقی را خوندن، با مسائل جهانی و ادبیات جهان و تئوری های جدید آشنا هستن، اون چپ چپی است که به دموکراسی اعتقاد داره، به حق تعیین سرنوشت مردم اعتقاد داره، به آزادی های بی قید و شرط سیاسی اعتقاد داره، به حق تعیین سرنوشت ملیت ها و اتحاد داوطلبانه اعتقاد داره، به برابر حقوقی زنان و مردان در همه زمین ها اعتقاد داره، به برابر حقوقی همه شهروندان بی توجه به جنسیت، ملیت، زبان، فرهنگ، مذهب، عقیده
اعتقاد داره. این چپ چپی است که خودش را قیم نمیدونه، خودش را یک حزبی بر فراز طبقه کارگر نمیدونه، قدرت طبقه کارگر را به رسمیت میشناسه، یا دموکراسی به فضایی را میخواد که طبقه کارگر بتونه خودش را سازمان بده و خودش را اداره کنه و ارگانهای قدرت خودش را شکل بده. این چپ نمیتونه چپ حزب دولت باشه، این چپ نمیتونه چپی باشه که قبلا تو شوروی به قدرت رسیده، تو چین به قدرت رسیده، یا تو کوبا و ویتنام تجربه‌اش دیدیم شکست خورده است. تصفیه حساب با اون درک نکنه چپ برشکسته است، شکست خواهد خورد، قطعا شکست خواهد. باید یک چپ جدیدی که به اصطلاح چپ مارکسی است، چپی که معتقد به این تغییرات هست و به سوسیالیسم دموکراتیک معتقد هست و میتونه نیروهای خودش را در این راستا متحد کنه، و این اونجایی است که میتونه پیوند خیلی دقیقی بخوره با جنبش پایین جامعه. و این جنبشی است که امروز طبقه کارگر دیگه طبقه کارگر صنعتی نیست، طبقه کارگری است که درش پذیرفته شده از طرف معلمان، از طرف پرستاران، که اینها هم جزء این طبقه کارگر بزرگ هستند، یعنی بخش خدمات، یعنی بخش حمل و نقل، بخش بهداشت، بخش درمان، جزء طبقه کارگر هستند در کنار بخش طبقه کارگر صنعتی و بخش های نفت و گاز به صنایع دیگه که وجود داره. و این نیرویی است که داره به تدریج شکل میگیره. به نظر تو اینجا یک فرصت تاریخی وجود داره که ما روی سازماندهی به شکل گیری تشکل های صنفی و مستقل بخش های مختلف جنبش کارگری روز تاکید کنیم، همزمان روی شکل گیری یک قطب چپ سوسیالیستی سوسیالیسم دموکراتیک تاکید بکنیم. این اون چیزی است که بایستی بهش انجام داد. تصور این که همه چپ میتونن با هم متحد بشن تصوری است که به نظرم شکست خورده است. چپی که به دموکراسی اعتقاد نداره، چپی که هنوز معتقد هست که اون حزب پیشرو میاد به رهبری رو به عهده میگیره و تعیین میکنه طبقه کار کدوم سمت بره، اون چپ نمیتونه تو مردم تاثیر گذار باشه. اون چپی که نمیخواد شکست سوسیالیسم گذشته را در بی توجهی به جایگاه دموکراسی، پیوند دموکراسی با سوسیالیسم متوجه نیست، اون چپ نمیتونه نقش داشته باشه. به این نکاتی است که بایستی بهش توجه کنه. نیاز وجود داره تو شرایط یک جامعه به شکلی داره مثل دیگ جوشان قلقل میکنه و جامعه پایین جامعه خوشبختانه به حرکت در اومده و شعارهایی میده، خواستهایی رو مطرح میکنه که در راستای قطب طبقاتی چپ هست، قطب سیاسی و سوسیالیستی چپ بایستی متوجه این باشه، این تقلیدش رو با این تغییرات هماهنگ کنه، همسو کنه و گام های استواری برداره در باره در تحولات آینده بتونه جواب های خودش رو محکم کنه، نقش داشته باشه و در تعیین ساختار قدرت در آینده که توسط تمام مردم در رأی آزاد، داوطلبانه، همگانی به مستقیم مردم شکل میگیره، بتونه پلتفرم خودش رو به رأی بذاره، به این پلتفرم رأی بیاره، رأی اکثریت بیاره به اجرا بشه. به امید روزهای بهتر برای جنبش طبقاتی ایران، جنبش مطالباتی ایران، جنبش کارگری ایران، به امید شکل‌گیری قطب چپ سوسیالیسم دموکراتیک در ایران پیروز باشید.